حدیث 30 شهریور عصر در مهرشهر میره تظاهرات. شاهدا گفتن که ساعتی بعد مامورا به شلیک میکنن، بعد رسونده میشه به بیمارستان، بعد میگن از بیمارستان بیرون برده شده. وقتی خانوادهش مراجعه میکنن دیگه اونجا نبوده. بعدم که به خانوادهش همون شب گفتن کشته شده. اما خبرش دوم مهر بعد از تدفین او منتشر میشه. مادرش میگه که دخترم به خاطر حجاب و مهسا امینی در واقع فراخوان داده بوده، تظاهرات رفته و کشته شده. 3 تیرم به گلو و قلب و شکمش خورده. کل صورتش هم پر ساچمه بوده. و تاکیدم میکنه که ما جزء نظام نیستیم و سکوت نکردیم و اطلاع رسانی نکردیم. خواهرش هم گفته که توی برگه پزشکی قانونی نوشته شده که اصابت گلوله جنگی، صورتش هم پر ساچمه بوده. او هم دوباره تاکید میکنه. اما چیزی که حکومت میگه اینه که در اثر اصابت ساچمه ترسیده و اینم سکته کرده، یعنی همون سناریو رو تکرار میکنه. بعد از این اظهارات خانواده است که خبرگزاری فارس میاد مینویسه که اصلا حدیث رو به قول خودشون آشوبگرا کشتن، چون نیروی انتظامی اصلا شاتگان نداره. در حالی که خب ما تصاویر متعددی رو هر روز داریم مشاهده میکنیم، نه فقط این اعتراضات، حتی قبلی ها هم که نیروهای حکومتی با لباسهای مختلف شاتگان دستشون دارن و شلیک میکنن. یه نکته دیگه، ویدئویی که دختری موهاشو برای رفتن به تظاهرات میبنده که خیلی وایرال شده، به خاطر شباهت ظاهری زیادی که داشته خانوادهش فکر کردن که این حدیث اول. اما خب در واقع کسی اومده گفته که نسوه تفاهمه و این من هستم. و چون از پدرش هم در واقع اعتراف که از این مصاحبه های اجباری گرفتن، این باعث شده که بعدش اون افراد منتسب به خود حکومت سایبر بولی کردن این خانواده رو بسیار زیاد. بله، این فشاره به خانواده واقعا تأسف آوره که اونها رو باعث مجبورش میکنن هر عضوی از خانواده به شکلی بیادی حرفایی رو بزنه و بعد مقابل همدیگه قرار بدن اونها رو.